در ایران مناسبت مردمی 18 دی در پیش است. جمهوری اسلامی در آن روز از دی ماه 98 با شلیک دو موشک به هواپیمای حامل مسافران غیر نظامی جان 176 انسان را گرفت و بسیاری را داغدار و دادخواه کرد. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. جمهوری اسلامی که مدعی گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی بود، در آن روز ترتیب حمله موشکی به پایگاه عین الاسد عراق را داد، اما خونی از دماغ یک آمریکایی بیرون نیامد و در عوض جان ده‌ها شهروند بیگناه در آسمان تهران گرفته شد. حالا در این مناسبت که با چهارمین ماه خیزش علیه جمهوری اسلامی مصادف شده، نظام با نگرانی به دنبال برگزاری تجمع برای یادبود سلیمانی است و شهروندان و تشکل‌ها فراخوان اعتصاب و تظاهرات علیه نظام دادند. در دیدگاه همراه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از آلمان، همزمانی فراخوان اعتراضی 18 دی و تلاش حکومت برای برگزاری یادبود سلیمانی را بررسی می‌کنیم و از آخرین تحولات مربوط به خیزش 1401 میپرسیم. آقای مهدوی آزاد، رسانه ها و اکانت های وابسته به حکومت چند روزیه که تاکید میکنن دیگه اثری از اعتراضات خیابانی نیست، خیزش انقلابی مردم ایران فروکش کرده. واقعا آیا اینطوره؟ اگر به اظهارات مقامات حکومت نگاه بکنید، اگر به واکنش‌های حکومت نگاه کنید، اگر به احکام شداد و قلاز قوه قضاییه یا حرفای فرماندهان سپاه در همین روزهای اخیر زدن نگاه کنید، به این باور میرسید که حتی خود مقامات حکومت هم باور ندارند اعتراضات جمع شده. در واقع شما هیچ نشانه ای از جمع شدن اعتراضات نمیبینید. اون چیزی که میبینید این هست که کانون و محل تجمع اعتراضات جمع شده، انقلاب عوض شده. انقلاب 1401 اساسا یه فرایند بسیار داینامیک اجتماعی و عمیق بود که مراحل مختلفی داشت. اگه خاطرتون باشه از خیابان شروع شد، بعد از خیابان یا شاید همزمان با خیابان به دانشگاه کشیده شد، برای اولین بار در حدود 15 سال اخیر دانشگاه ها رو صحنه اعتراض کرد، بعد برای مدتی رفت در مدارس و دبیرستان های کشور، دوباره به خیابان ها بازگشت، از اونجا وارد حوزه اعتصاب بازارها شد، باز در خیابان و سالگردها، شبای در واقع شبهای چهلم، و حالا که الان کنار هم هستیم. خیر، اعتراضات جمع نشده، شعارهای معترضان همچنان همون هست، مکانیزم شجاعت هنوز همون هست، مکانیزم های کلاسیک و جامعه شناختی یک تحول اجتماعی، یک انقلاب اجتماعی رو شما هنوز دارید میبینید، که بسا قوی تر از قبل. مثلا شعار نویسی، اون چیزی که روی دیوار، اون چیزی که میگید اسمش هنر اعتراضی، میبینید به همون شدت ادامه داره. فقط کانون اعتراضات عوض شده. به نظر میشه کانون اعتراضات الان شبهای چهلم هست و بعد هم مراسم های نوبه ای. شما در صحبتاتون به اعتصاب ها اشاره کردید آقای مهدوی آزاد. اگه بخوایم یه نگاه کلی به روند اعتصابات در ماه‌های اخیر داشته باشیم، آیا میتونیم بگیم در مجموع اعتصابات فراگیرتر شده یا اینکه حکومت تونسته تا حدی اون رو مهار کنه؟ ببین، من نمیخوام تبلیغات یا پروپاگاندا کنم، نمیخوام حرفهای قشنگ یا تو خالی بزنم، میخوام واقعیت رو فراتر از حب یا بغض خودمون نگاه بکنیم. اساسا بازارها در همه جای دنیا محافظه کارترین بخش اون جامعه هستن. اساسا در اغلب شما فرآیند تحولات اجتماعی نگاه کنید، اغلب انقلاب ها نگاه کنید، بازارها آخرین بخشی از جامعه هستن که به فرآیند اعتراضی میپیوندن، مگر اینکه یک اعتراض یا در واقع یک اعتراض خیلی ناگهانی اقتصادی باشه که این بار چنین نیست، حدیده اجتماعی است. شما حتی در بهار عربی اگر نگاه بکنید، در برخی از کشورها که سرانشون دیکتاتورهاشون سرنگون شدند، حکومت عوض شد و بازارها هنوز وارد فرآیند اعتراضی یا اعتصابی نشده بودند به همین سادگی. اون چیزی که مثلا در مورد اعتصاب کارگران ایران یا اعتصاب بازاریان در جریان انقلاب 1357 میشنوید، عمدتا مربوط به هفته های آخر هست. قبل از اون بود، مثلا در مراسم های 40، باز به صورت محدود. الان اگر نگاه بکنید، ببینید که بسیاری از بازارها یکی پس از یعنی به صحنه اعتصاب تبدیل شده و اگر نگاه بکنید، شجاعت در بازارهای ایران، شجاعت برای اعتصاب به سکه تبدیل شده، سکه رایج تبدیل شده. ببین مثلا کسی مثل آقای دایی، علی دایی، یه چهره شاخص، به وضوح میاد این شجاعت رو به خرج میده، هزینه‌اش رو به جان میخره و وارد فرآیند اعتصاب میشه. آنچه که من الان میبینم این هستش که مجموعاً فرآیند اعتصاب ها غنی‌تر شده، پارادایم اعتصاب در ایران غنی‌تر شده. اساساً شکل انقلاب 1401 از اعتراض خیابانی
حالا داره عمیق‌تر میشه، وارد فرآیندهای مثل اعتصاب یا واکنش‌های حوزه‌های نخبگی شده. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم که حکومت نه تنها نتونسته جمع بکنه، هرچند در جاهایی تونسته با بازی‌هاش مثلا به صورت کوتاه مدت قطعش کنه، اما در نهایت عرصه رو به معترضان واگذار کرده تا حد زیادی. پیرو صحبتتون آقای مهدوی آزاد، واکنش بی سابقه هنرمندان علیه جشنواره فجر رو هم آیا میتونیم بخشی از این روند به قول شما غنی تر شدن پارادایم اعتصاب بدونیم؟ به یقین چنین هست. جشنواره فجر اساساً یه جشنواره حکومتی است، متأسفانه از چند دهه قبل به این خاطر که صدها هزاران هنرمند مستقل، هنرمند آزادیخواه به خاطر شغلشون، به خاطر نیازشون، به خاطر به حال ماهیت کارشون در این جشنواره شرکت می‌کردن، این بود حکومتیش کمتر به چشم میومد. جشنواره فجر اساساً یکی از ابزارهای حکومت بود واسه اینکه هنرمندان رو مرعوب کنه، بهشون سلسله مراتب بده، حذفشون کنه، بترسونتشون یا بالا ببرتشون، یه جوری با جامعه هنری ایران بازی کنه، اونها رو یه جوری وادار بکنه از نظم در واقع ایدئولوژیک تبعیت کنن، از پوشیدن حجاب شما بگیرید تا خوندن دعا مثلا اول حرفای نوتخاشون، و نهایتا یک وسیله بود برای اینکه حکومت به رخ جهان بکشه که بله در ایران مثلا سانسور نیست اونقدر و ایران یک فرهنگ غنی داره به دعای حکومت در قبال مثلا هالیوود، در مقابل فرهنگ غربی. در تمام این مدت شما اعتراضاتی از هنرمندان به این جشنواره میدیدید، در تمام مدت شما تکاتک هنرمندان میدیدید که بایکوت میکردن، منتها این بار به یک فرهنگ عمومی و فراگیر تبدیل شده. این یک. و دوم، ریشه اعتراضات یا بایکوت کردن دیگه مسائل صنفی نیست، صرفا مسائل سیاسی است به رغم هزینه‌ای که داره. برای من به یقین شما میتونید بگید که جشنواره فجر الان یکی از محل‌های بروز اعتصابات هست. آقای مهدوی آزاد، ظاهرا حکومت همه توانش رو جمع کرده که در سالگرد قاسم سلیمانی یک تجمع بزرگ حکومتی برگزار کنه. از اون طرف مخالفان حکومت هم برای چند روز بعد از اون، برای 18 دی ماه، سالگرد حمله موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری فراخوان داده. شما چه پیش بینی از این دوتا برنامه پشت هم دارید؟ ببینید، ما قبل از سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی سالگرد 9 دی رو داشتیم. 9 دی یک روز استراتژیک هست در تقویم سیاسی رهبر جمهوری اسلامی. این روز اختراع کردن علیه جنبش صف واسه اینکه بتونن در تبلیغات بگن که مردم در واقع با ولی فقیه دوباره بیعت کردن. در تمام این سالهای گذشته حکومت با تمام توانش سعی می‌کرد 9 دی رو یک مراسم بزرگ برگزار کنه. امسال اولین سالی است، حتی در کرونا هم سعی کرد به شکلی برگزار کنه. امسال اولین سالی است که حکومت اساسا نتونست یک برنامه بزرگ برگزار کنه. این رو بگذارید کنار بولتن خبرگزاری فارس که توسط گروه هکری منتشر شد، اونجا به نقل از حداد عادل آمده، این بولتن برای فرمانده سپاه، به نقل از حداد عادل آمده که بسیج دیگه نمیتونه یک تجمع بزرگ برگزار کنه در قبال معترضین و بسیج در واقع در بین مردم محبوب نیست و همین چیزی که اغلب مردم خوندن. برای میخوام بگم سازوکار حکومتی برگزاری این نوع تجمعات، تجمعاتی که هدفش تبلیغات هست، کارگران، سربازان، بخش‌های مختلف رو به وادار میکرد و رو همجنش حتی از مدارس میابرد، این سازوکار ظاهرا دچار اختلال شده و این یک پیام بسیار مهم اجتماعی است. نمیخوام بگم حکومت هنوز هیچ کاری نمیتونه بکنه. ببین، هنوز حکومت اتوبوس داره، پول داره، بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است، بخش بزرگی از کارگران رو حکومت میتونن رؤسای کارخونه ها تهدید بکنن، مدارس هنوز برای حکومت هست، سربازخانه ها، نمیدونم ارتش، برای هنوز تعداد زیادی نیرو داره، متو مکانیزم طوری است که دچار اختلال شده. من فکر میکنم حکومت همچنان خواهد توانست مراسم برای قاسم سلیمانی برگزار کنه، اما نهایتا تصور نمیکنم کسی باشه، هیچ ناظر بی‌طرفی باشه که مراسم قاسم سلیمانی رو نشانه یا نماینده مردم بدونه. فکر می‌کنم هر کسی با هر زاویه دیدی نگاه بکنه به این رأی خواهد داد که اعتراضات سالگرد شلیک سپاه به بوئینگ، به هواپیمای مسافربری، در واقع بسیار بسیار غنی‌تر، بزرگتر و عمیق‌تر، اجتماعی‌تر، مردمی‌تر از مراسم حکومتی سالگرد قاسم سلیمانی است. چند روز پیش حمید عبازری، مشاور فرمانده کل سپاه، از ریزش برخی از فرماندهان و روحانیون ارشد خبر داده بود. آقای مهدوی آزاد، میتونیم بگیم استمرار اعتراضات و اعتصابات حکومت رو هم چند پاره کرده؟ حرفایی که شما از او شنیدید از سایر فرماندهان سپاه بسیج هم در روزهای اخیر شنیدید، مثلا از سردار قیب پرور، و نه فقط از اونها، از روحانیون ارشد، از امامهای جمعه در همین جمعه اخیر شنیدید، و نه فقط از اونها، از خود علی خامنه ای هم شنیدید. حرف مشترک، پیام مشترک این پیام ها همون چیزی که سال 88 هم میگفتن که خواص بی‌بصیرت پشت رهبر رو تنها گذاشتن، خالی گذاشتن. منتها این بار به قدری مسئله وسیعه که حکومت هم دیگه سعی نمی‌کنه همچین موجی راه بیاندازه. ببینید، داستان خیلی سریعه.
خیلی روشنه، علی خامنه ای از هر زمان دیگری تنهاتر هست. بخش بزرگی از نیروهای حکومتی، از تکنوکرات ها بگیرید، اصلاح طلب ها، حتی راست های میانه رو در این ماجرا ترجیح دادن سکوت کنن، بخش هایشون حتی انتقاد کردن. در واقع اونهایی که الان وسط میدان هستن از او دفاع میکنن یا روحانیون تندرو و بخش بسیار کوچیکی مثل جبهه پایداری هستن یا نیروی نظامی یعنی سپاه و بسیج. برای مجموعاً میتونم بگم که این جور حرف ها قبل از اینکه رجزخوانی باشه یا حتی دعوت به چیزی باشه، نوعی ناله هست، نوعی گلایه هست از روند منزوی شدن دیکتاتوری که تصور میکرد دنیا رو میخواد مسلمان بکنه. آقای مهدوی آزاد، در آخر میخوام ازتون بپرسم به عقیده شما چرا جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو روی سرکوب و اعدام و ارعاب متمرکز کرد؟ چرا برای حفظ ظاهر هم که شده حتی سعی نکرد تظاهر بکنه که با مردم همدل یا ادای همدردی و شنیدن صدای معترضان رو در بیاره؟ ببین، بخشی از منتقدان میگن که مثلا حکومت اشتباه کرده، در صورتی که من فکر می‌کنم حکومت خوب میدونه داره چی کار میکنه. همدردی کردن با معترضان مال مرحله است که جمهوری اسلامی سپری کرده. حکومت ایران خوب الان میدونه هر نوع نرمشی مقابل مردم تعبیر به خوبی رهبر جمهوری اسلامی، تعبیر به خوبی حکومت نخواهد شد. همه خواهند گفت شکست خورده، چون دو دهه حدود بیش از 20 سال مردم ایران با انواع روش‌ها سعی کردن حکومت رو یک گام عقب ببرند و علی خامنه‌ای نه تنها عقب نرفت، گام به گام در واقع فشار رو بیشتر هم کرد. واقعا که زمانش گذشته، اون زمانی که حکومت میتونست با افتخار عقب نشینی بکنه و بگه من به مردم امتیاز دادم چون مردمم هستن، الان سپری شده، هر کاری بکنه تعبیر به در واقع ضعفش خواهد شد. این نکته اول. و دوم، به شعارها نگاه بکنید، به فرایند اعتراضی نگاه بکنید، به مطالبات مردم نگاه کنید. اساسا حکومت امکان عقب نشینی نداره، یعنی خواسته های مردم طوری است که عقب نشینی حکومت به معنای پذیرش این هست که مثلا همشون صحنه قدرت رو ترک کنن. بنابراین نه امکانش رو داره، نه توانش رو، نه حتی قدرت مانور در این باره. سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.